رادیو 439. چیزی نیست، چیز تازه‌ای نیست، حرفی نیست که بشود با آن یک باد بادک خرید و پای 7 سالگی را به هوا کشاند. هیچ چیز نیست و آدم تنهاست و آدم روی همین پاهایش تنهاست. برمی گردد، کلید را می زند و خانه اش را روشن می کند. بعد از گذشت 439 فصل از اولین موسیقی شنیده شده از رادیو، همچنان رادیو بهترین دوست تنهایی است. در هر برنامه کتابی برای ما قسمتی از نوشته‌هایش را می‌خواند، به همراه موسیقی‌هایی که در ذهنش شاید در آن حین شنیده است. در ابتدا شعر نوشته بودم را شنیدید از کتاب یک بسته سیگار در تبعید، اثر زنده یاد غلامرضا بروسان که در این قسمت ورق می‌خورد. این شعر و چند شعر دیگر که در ادامه خواهید شنید برای اولین بار با صدای شاعر در این رادیو پخش می‌شود. بی تو خودم را بیابان غریبی احساس می کنم که باد را به وحشت می اندازد. جویبار نازکی که تنها 1/5 ماه را دیده است، زیباترین درختان کاج را حتی زنان غمگینی احساس می کنم که بر گوری گمنام مویه می کنم. غربت با من همان کار را می کند که موریان با سقف، که ماه با کتان، که سکته قلبی با ناظم حکمت. گاهی به آخرین پیراهنم فکر می کنم که مرگ در آن رخ می دهد. پیراهنم بی تو آه، سرم بی تو آه، دستم بی تو آه، دستم در اندیشه دست تو از هوش می رود. ساعت 10 هست و عقربه ها با 2 انگشت 7 را نشان می دهند که به سمت چپ قلب فرو می افتد. شعر غریبی را شنیدید به همراه موسیقی فار اثر ادی کارسن. شعر تنهایی را خواهید شنید و موسیقی طوفان اثر گروه موسیقی آمادا. تنهایی در اتوبوس 44 نفر است. تنهایی در قطار 1000 نفر. به تو فکر می کنم در چشمهای بسته آفتاب بیشتری هست. به تو فکر می کنم و هر روز به تعداد تمام دندانهایم سیگار می کشم. ما چون بارانی هستیم که همدیگر را خیس می کنیم. در این قسمت گفتگویی کردیم با علی عربی، شاعر و صاحب نظر در حوزه شعر سپید و یکی از نزدیکترین افراد به غلامرضا بروسان، پیرامون شعر بروسان و علت ماندگاری شعر او که قسمت اول آن را خواهید شنید. به جبرا وا چه خم و کول لبه روژان دا لبه ساعت روژ دا تیل سر دل من رودن و را نابه برا بگو برادر این چه درد و غمی است که در این روزها در این ساعت روز می آید بر روی دل من می نشیند و بلند نمی شود. شعر دهه 70 خراسان و کشف کافه درویش و دوستان بسیار عزیزی که هر کدوم از روشنایی‌های پرفروغ شعر آن روزها بودند، اتفاقی عجیب بود دیدن و کشف دوستانی که حالا نیستند، از جمله رضا زیایی، یحیی نجوا و رضا بروسان. شعر شاکله اصلی و مهم آن روزها بود. پیدا کردن راهی برای شعر گفتن، نقبی به کلمات زدن، درون انسان رو پیدا کردن و به اون پرداختن. رضا هم در این میانه خاص بود مثل دیگر دوستان و پیدا کردن عناصر و شکلی که خاص خودش بود. شاید بشه گفت رضا شاعر نوپرداز تصویر بود، چنان که بیدل در شعر و غزل، تصاویری که خاص خودش بودند، تصاویری که در عنصرهای بومی خراسان گره خورده بودند، مانند مولانا که در جایی میگه ای برد اختیارم تو اختیار مایی، من شاخ زعفرانم تو لاله‌زار مایی. پرداختن به این عنصر مثل داخل شعرهاش سنگینم، انگار زنانی آبستن در دلم زعفران پاک می کنند. مشخصه اصلی و دلخوشی بزرگش پرداختن به تصویر بود، انگار دنبال ثبت کردن یک نقش روی یک بوم بود، اما این نقش رو میخواست با کلمات ایجاد کنه و خیلی قوی و خیلی مهم تونست از عهده این کار بر بیاد. تصاویری که هرگز فراموش نمیشوند و مانند یک نقش، یک تابلوی نقاشی همیشه روی جلوی روت میمونه و با اونها زندگی میکنی. خصوصیت دیگه که داشت شکارچی تصویر بود، واقعا مانند یک شکارچی پی تصویرها بود. دلم گلی که زنبوری در آن مرده بود، این تصاویر روزانه‌ای که در اینها، در حرکت روزانه‌اش، در دیدنهاش، در تأملهاش میدید، اونو به فکر وامی داشت و همه اینها رو از دل زندگی عادی به دست می آورد و این تصویرها عمیقاً با زندگی گره خورده بودند، چیزی بودند که اتفاق می افتادند، عین واقعیت بود. زخمی که هر روز از کوچه آهن فروشان می گذرد، این زخم یادم میاد توی مسیر محل کارش بود، یک کوچه آهن فروشانی بود که هر روز از اون کوچه میگذشت. یعنی در ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره بود و همه این واقعیت ها بود که شعرش رو شعر کرد. پرداختن به اونها بود، میشه بهش گفت که نقش برجسته ای از کلمات ایجاد کرد با شعرهای خودش، با اون سطرها. ما گاهی شعر حافظ، مولانا یا شعرهای زیادی رو میخونیم، اما از اون شعرها یا غزلها فقط یک تک بیت در ذهنمون میمونه. اون تکبیت که میاد کار اساسی خودش، کار اصلی خودش، بار همه شعر رو به دوش میکشه و نکته قوتش در همین بود که اون تصویر یا جمله رو به شکل یک نقش برجسته و یا حجاری شده در ذهن خواننده و مخاطب ایجاد میکرد و اونو به جا میگذاشت و این تصاویر عینی و حقیقی و ملموس بودند، طوری نبودند که ساخته بشه. صناعت در شعر اتفاق نمی افتاد، چون پس از آگاهی به کلمات صناعت اتفاق می افته، اما این ساختن در اون نبود، بلکه اتفاق بسیار بسیار بزرگی بود که اون نقش هایی که همیشه دیده می شدند، نقش هایی که همیشه روبروی چشم خیلی ها بودند، در متن زندگی بودند، اینها رو کشف می کرد. به خاطر همین بیشتر به جای اینکه بگم شاعری بیاد زیاد فکر کنه، عقل گرا باشه و اینها رو کنار هم بچینه، نبود، بلکه بیشتر شاعر شهود و اشراق بود. این شهود و اشراقی که در ذهنش اتفاق می افتاد و اونو در شعر به کار می برد، این رمز ماندگاری رضای بروسانه. نمونه های از این نقش برجسته ها، شهود، اشراق در همتنیدگی و عناصر به هم گره خورده شعر و زندگی و کار و اینها رو میشه مثلا در سطرهای بسیار بسیار زیادی با توجه مثلا با دو تا کتابی که داده اینها رو بررسی کرد و خیلی 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 کمند شاعرانی که در طی نوشته هاشون بتونن به چنین سطرهای اصیلی برسن، به چنین سطرهایی که ماندگار بشن در ذهن خواننده، شنونده و مخاطب. گل آفتاب گردان هرگز دهانت را این گونه سیاه ندیده بودم. کشف و شهودی بیشتر از این میشه اتفاق بیفته، اشراقی بزرگتر از این امکان داره که برای یک نفر اتفاق بیفته؟ و این موهبت و هدیه در اختیار رضای بروسان قرار گرفت و از لحاظ شعر زندگی با کلمات بسیار بسیار خوشبخت بود و این خوشبختی نصیب هر کسی نمیشه. غلامرضا بروسان از سردمداران جریان ساده‌نویسی در شعر فارسی محسوب می شود. بروسان ساده‌نویسی را یک فرم و کاری دشوار می دانست و معتقد بود ساده‌نویسان برخلاف شاعران دشوار نویس سهم واقع گرایی را در شعر ادا می کنند. بروسان ساده‌نویسی را امکانی می‌دانست که مخاطبان خود را در آینه شعر شاعران ببینند و اعتقاد داشت زمان آرمانگرایی در شعر به سر آمده و میبایست واقعیت روایت شود و این در زبانی ساده تحقق پذیر است. از دید بروسان شعر باید واقعیت داشته باشد و شعر واقعی شعری است که از جنس نیازها و دردهای اجتماعی مخاطبانش باشد. به باور وی تنها در این صورت است که مخاطب پا به پای شاعر پیش می رود و به او اعتماد می کند. کتاب مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است در سال 1388 چاپ شد که بروسان به خاطر این کتاب برگزیده دومین جایزه شعر نیما شد. همچنین مجموعه شعر یک بسته سیگار در تبعید، کتاب برگزیده اولین دوره شعر خبرنگاران در سال 1385 شد. آخرین کتاب بروسان به نام در آبها دری باز شد، اشعاری است که اواخر دهه 80 سروده شده و پس از درگذشت او توسط خانواده‌اش گردآوری و منتشر شد. حرف که میزنی انگار سوسنی در صدایت راه میرود. حرف بزن، میخواهم صدایت را بشنوم. تو باغبان صدایت بودی و خنده‌ات، دسته کبوتران سفیدی که به یک باره پرواز میکنند. تو را دوست دارم چون صدای اذان در سپید دم، چون راهی که به خواب منتهی می شود. تو را دوست دارم چون آخرین بسته سیگار در تبعید. تو نیستی و هنوز مورچه ها شیار گندم را دوست دارند و چراغ هواپیما در شب دیده می شود. عزیزم، هیچ قطاری وقتی گنجشکی را زیر می گیرد از ریل خارج نمی شود و من گوزنی که میخواست با شاخهایش قطاری را نگه دارد. شعری با نام شاعر را شنیدید، به همراه موسیقی قدم‌های ما اثر الکساندر دیمیتریویچ. در قسمت بعد ادامه گفتگویمان با علی عربی را خواهید شنید. جدای از این مطلب، ساخت روایت و شعر از اتفاقهای عادی زندگی بود. ببینید، در زندگی انسان‌ها، نمیخوام مثال بزنم، خیلی ها میان تصاویر ذهنی، چیزهایی که اصلا اتفاق نیفتاده، این تصویره که میتونه در حافظه انسان ماندگار بشه. عنصر اصلی شعر رو تصویر تشکیل میده و اینو به خوبی، به بزرگی و با درایت فهمیده بود و در پی ادامه دادن این تصویر بود. روایت و شعرهایی که از اتفاقها افتاده بود. شاید بشه مدل ذهنی رضای بروسان رو با مدل ذهنی ایگناسیو در بعضی از جاها برابر دونست. ببینید برای ایگناسیو و اون کارهای برای لورکا و اون کارهای بیادماندنیش مانند شعر گارد سیویل اسپانیا یا در ساعت 5 عصر و اتفاقها و نمونه‌هایی از این دست یک بُت ذهنی در کار لورکا وجود داره. بُت ذهنی که در لورکا وجود داشت جدا از زندگی کولیان ایگناسیو بود. رضا ایگناسیوی درونش رو کشف کرد. اون ایگناسیو متشکل از چند نفر بود. یک ایگناسیو رضای زیایی نیا بود که به شدت رضا رو تحت تاثیر قرار داد و مدتها و تا همیشه‌ای که بود و همیشه‌ای که هست رضای زیایی ذهنشو پر کرده بود. لبخندش حدود ساعت 9 را نشان میداد. دست به آسمان که می برد آسمان رنگ بر می داشت. جدا از اون ایگناسیو پدرش یک ایگناسیوی دیگه بود که در مرثیه دوم در آبها دری باز شد اتفاق افتاد، یا ایگناسیوهای غمگین دیگه. این تصاویر، حالا این بحث ایگناسیو و کشف خیلی کم نمونه‌ای میشه باهاش مواجه شد. مثلا شاملو در وارتان ازش سخن میگه، وارتان سخن نگفت، یا که بعدها با نازلی این عوض شد. اما از این تصاویر عینی و مشهود و ماندگاری که در شعرش اتفاق افتاد بسیار از این سطرها و جمله ها اتفاق افتاد. ما با شاعرانی روبروییم که با تصاویر ذهنی و اون رفت آمدهای ذهنی روبرویند، یعنی اتفاقی که نیفتاده و اون تکیه بر تصاویرشون اندکه. اما تصاویری که رضای بروسان به کار میبره حقیقی و عینی و نزدیکن. با من حرف بزن مثل پیراهن نارنجی با روز. اتفاق افتادن این پیراهن نارنجی واقعی بود. پیراهن نارنجی که دوست داشت تنش کنه، پیراهن نارنجی که هفته‌ها باهاش حرف میزد و عاقبت اونو پوشید. سنگینم سنگینم انگار زنانی آبستن، در دلم زعفران پاک میکنند. پرداخت صمیمی و واقعی کلمه ها، چندان که شما این رفتار کلمه ها رو غیر واقعی نمی بینید. انگار هر روز در واقعیت اتفاق میفته. جدای از این مطلب تکیه بسیار زیادش بر ریتم کلمه ها بود و صدا و موزونی که و آوازی که از کلمه ها برمیخواست. به خاطر همین سطری که کشف میکرد رو روزها باهاش زندگی میکرد، یک ماه باهاش زندگی میکرد تا بتونه به ریتم واقعی و دست نخورده اون دست پیدا کنه. همه چیز آنطور میگذرد که تو بودی، هنوز از گرده اسب‌ها در زمستان بخار بلند می شود. اتفاقهای عادی که ما می بینیم ولی به اون وحشتناکیش پی نمی بریم. یکی از عنصرهای دیگه‌ای که در شعرش مشهوده امکان وقوع فاجعه بود. امکان وقوع فاجعه به نظر من شاید بزرگترین سطرش در این بود: و غم چون سنگی در سراشیب دره، و غم چون سنگی مرا در سراشیب دره دنبال می کند. چطور مرگ می تواند از تو گودالی را پر کند؟ این اتفاقهای واقعی و این فاجعه‌ای که در جمله ها وجود داشت و حتی در تقدیم کتاب مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است، در همون ابتدای کلمات در جای مقدمه به چشم میخوره و این کتاب را شانه به شانه، سوک به سوک به الهام اسلامی تقدیم میکنم. چطور مرگ میتواند از تو گودالی را پر کند؟ ما در شعر نو و سپید با اون همیشه با تشبیه‌های عادی روبرو بودیم، اما تشبیه‌هایی که اون به کار می‌برد غیر مترقبه بودند. شاید بزرگترین تشبیه هم همین باشه: بگو چه کار کنم با فلفلی که طعم فراق می‌دهد، با دردی که فصل را نمی‌شناسد، با خونی که بند نمی‌آید. درخت گلابی زیبایی زنی سالمند را دارد. تو را دوست دارم چون صدای اذان در سپید دم. درخت گلابی زیبایی زنی سالمند را دارد. ماه را به دامن میگیرد و برگهایش را روشن میکند. انسان دست به دست میگردد و زنجیر شکل قدیمیش را حفظ میکند. این تشبیه های غیر مترقبه: فلفلی که طعم فراق بده، ماهی که درخت گلابی که ماه رو به دامن بگیره، این هاست که شعر رو میسازه. جهانبینی اون در سطری که هر چند مثلا ببینید رودکی میگه با هزار مردم تنهایی، بی هزار مردم تنهایی، ولی شکل امروزیش و حتی معنا پیدا کردن تنهایی از این ملموس‌تر نمیشه که تنهایی در اتوبوس 44 نفر است، در قطار 1000 نفر تنهایم و هر روز به تعداد تمام دندانهایم سیگار میکشم. این قابلیت دگرگونی کلمات، قابلیت دگرگونی تنهایی در جهان امروز کاریه که شاعر باید انجام بده. تنهایی، غم، گرسنگی، عشق، شادی، هرچند شادی خیلی کم در شعر اتفاق میفته، چرا که رضا زیایی هم یک جا میگفت که شاعران ذات اندوهگین انسان را میسرایند، فیلسوفان کتاب مقدس تردید را و فاجران حدیث دربدری را. با کلمه ها به سر بردن سرنوشت غمگینی بود، سرنوشت غمگین و بزرگی که از عهده رضا بر اومد و تونست با همه توان و همه موهبت و شکلی که بهش هدیه شده بود از عهده اون بر بیاد. تو را دوست دارم چون صدای اذان در سپیده دم، عزیزم هیچ قطاری وقتی گنجشکی را زیر میگیرد از ریل خارج نمی شود. این پرداختن اندک و حسی بود از رضای بروسان. ممنون. اکنون چند شعر دیگر از این کتاب را با صدای شاعر خواهید شنید. اگر تو بخواهی مورچه ای را از خانه اش دور می کنم و گرسنگی را به دنیا بر می گردانم. دستم را تا آرنج در دهانم فرو می برم و خودم را چون پیراهنی پشت رو می کنم. اگر تو بخواهی نامت را بید می گذارم و در سایه‌ات روشن و خاموش می‌شوم. کجا بیایم با دلم که به لولای درگیر کرده است، با سرم که سنگین است، با برفی که می‌بارد. باران به تماشای خال گونه‌ام می‌آید. سنگینم انگار زنانی آبستن در دلم زعفران پاک می‌کنند. برای من مقداری از ترانه‌های محلی و حزنی که تنها در نمک یافت می شود. با خوی دختران ارتکند و برفی که آب می شود. برای من سیب اردیبهشت بیار با دردی که در مچت احساس می کنی و لطفی که در آبها جاری است. برای من مقداری از کوچ و رد پای ببری که در بهار می درخشد. و در پایان گفتگوی کوتاه داشتیم با مجتبی بروسان، فرزند شاعر. چگونه است که تنهایی قرص ماه را بزرگتر می کند، تنهایی تنهایی این را بلندترین شاخ خوب می فهمد. خوی رضا بروسان شاد بود و دوست داشت اطرافش پر از آدم و شلوغی باشد و تنهایی اون در اتاق تاریکش اتفاق می افتاد و در نهایت اون تنها دفن شد و الهام اسلامی و لیلای بروسان در محمود آباد. رضای بروسان اعتقاد قوی به خدا داشت و هر آنچه که حقیقت داشت و زد و بندهای خودش رو با خدای خودش که فقط مختص خودش بود داشت. اون در لحظه زندگی میکرد و برداشت شخصی من از آدمی که به این کمال میرسه اینی که خیلی سختی کشیده. مرگ پدرش، شهید شدن اسماعیل بروسان باعث شد که رضای بروسان 8 برادر و خواهر کوچکتر از خودش رو بزرگ کنه و این جمع کردن اینها شاید پهلو میزنه به این که دلش میخواست اطرافش شلوغ باشه. رضا بروسان همه چیز رو از هیچ شروع کرد، یعنی از صفر به همه جا رسید، چه از لحاظ اقتصادی و هر لحاظ و بعد دیگه‌ای. اون از پدر مدرسه شروع کرد به کارهای متفاوتی و کم کم پیشرفت کرد. سرایدار مدرسه بود که میگفت بچه ها ناخنهاشان را تا آرنج جویدند و در صوت ناظم حکمتی نبود. خیلی ها دوست دارند بهترین باشند اما بهایی پرداخت نمی کنند. اون میون مریض ها و بیمارهای تیمارستانی بستری شد تا زیست اونها، جنون اونها رو دریابه. اون علاقه شدیدی به موسیقی، به سبک زندگی کولی ها و طبیعت داشت و دلش میخواست برنده جایزه نوبل باشه. غلامرضا بروسان 22 آذر ماه سال 1352 متولد شد و در 15 آذر ماه سال 1390 در اثر سانحه رانندگی به همراه همسرش الهام اسلامی و دختر خردسالش درگذشت. هرچند در میان تمام کتابهایش و در قلب تمام دوستدارانش همچنان به زندگی ادامه می‌دهد. اگر مردم برایم با دست و دلی باز گریه کنید، داروهای شفا بخش را بیاورید، بچینید روی رف آن طرف اتاق. خواهرانم با صدای بلند در عصر گریه کنند و همسرم صورتم را از باد برگرداند و به سمتی ببرد که دلم را برد. اگر مردم بر می گردم و تو را چون رودخانه ای از نمک می نوشم.